آدم ربایی آشکار رژیم آخوندی و فراخان به محکومیت و اقدام بین المللی. دولت سوئد که حبیب و سیوت دارای تابعیت آن است باید قویا اعتراض کند و از رژیم بخواهد فورا او را آزاد کند و به سوئد برگرداند. سناریو و ترفندهای رژیم باید افشا و علنی شوند. حقوق حبیب و سیوت و جمشید شارمهد و روح الله زم باید با نظارت دولت های سوئد و آلمان و فرانسه به تمام و کمال رایت شود. پس از 36 ساعت اخبار زد و نقیز، آخوند جنایتکار مشتبه زلنوری، رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجا، امروز به سراحت اعتراف و تایید کرد که رژیم حبیب فرج الله کب، معروف به اوسعیوت، یک هموطن عرب احوازی متولد شوشتر را به تلافی عملیات رژه احواز در سیوی که شهری بر 97 از ترکیه روبوده و او اکنون در تهران تحت بازجویی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی است. دو روز پیش در نوه آبان یک گروه عرب احوازی اعلام کرد وزارت اطلاعات رئیس سابق آن آقای حبیب اوسایود را در خاک ترکیه روبوده است در کشاندن وی به ترکیه یک کشور عربی خلیجی و شخصیت های احوازی نیز مشارکت داشتند که جزئیات آن بعداً اعلام خواهد شد. اما آخون زلنوری این آدم ربایی را موفقیت چشمگیر دیگری از سوی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی توصیف کرد و گفت بعد از دریافت اطلاعات لازم از اصیبت و تکمیل پرونده برای حضور در محکمه عادلانه آماده خواهد شد تا به سزای عمل خود برسد. مشتبه یوسفی یک نماینده دیگر مجلس ارتجانیز نیز گفت حبیب اوسیوت به تهران منتقل شده بعد از بازجویی اشد مجازات برای وی در نظر گرفته خواهد شد نماینده مجلس ارتجا آنگاه با باد و بلوف احمقانه و شاخوشانه کشیدن آخوندی پاستاری گفت سربازان گمنام وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تا زمان دستگیری عوامل تروریست خستگی ناپذیر عملیات های خود را ادامه میدهند. امروز کشورهایی که مدعی دموکراسی هستند از منافقین و تروریست ها حمایت می کنند و کشوری مثل آلبانی منافقین را پناه داده و امکاناتی در اختیار آنها قرار می دهد تا به اهداف شوم و پلید خود برسند. مقاومت ایران صرف نظر از مواضع سیاسی آقای حبیب و و گروه مطبوع این آدم روبایی و جنایت آشکار را که نقض قوانین بین‌المللی است قویا محکوم می‌کند و ملل متحد و اتحادیه اروپا و دولت سوئد را به اقدام فوری برای بازگرداندن او که دارای تابعیت سوئدی است فرا میخواند فراهم کردن هر گونه تسهیلات برای ربودن پناهندگان ایرانی و مخالفان رژیم ایران و بازگرداندن آنها به ایران از سوی کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه ایران غیر قابل قبول و منزجر کننده است از این پیشتر رژیم با انواع ترفندهای رزیرانه روح الله زم و جمشید شارمت را به دام کشانده و به ایران برده است. سناریو و ترفندهای رژیم باید با جزئیات افشا و علنی شود. حقوق اوسیوت و شارمت و زم باید طبق قوانین بین المللی با نظارت دولتهای سوئد و آلمان و فرانسه به تمام و کمال رعایت شود. سردمداران و سرکردگان رژیم باید به جرم آدم و ترورهای متعدد در ترکیه و کشورهای اروپایی تحت تعقیب و در برابر عدالت قرار بگیرند. دبیرخانه شورای ملی مقامت ایران 11 آبان 1399